حواس داشتیم بند کفش اونو برای دو مایال عمره بود. کمک این دونه ها سنگین هست، کمک دو میخواهن؟ از اون نکرده. خب ترسیدیم. گفتم این کیسا پاره میشه ها بیارزه، خودم میرم میارم. بفرمایید. گفتم کمک میخواید. همین ها بود هشتا بود. ساختنش بره جلو ماشین ما. برو سر جا. برو. تو حرکتم تکون بخوری توری. برسونی به تو ما ماشین هست ها. مختص آقا پهلوانم هست. شاکرم چطوری؟ خانمت برم دارم میمیرم جانت. بسته نباشی استاری. اینه کجای؟ چه خبره اینجا؟ امروز ناپرزی کردی؟ جارو برقی شده اینجا؟ تمیز کردی؟ آخه امشب مهمان داریم همید برای بچه همه چون اینجا بچه ها برقیشون کجا؟ رفتن خری. یا علی امین بیا بگو صدرت میاد. بیاید اینجا بشین. صدرت میاد. بیاید بفرم. اون ظرفای تو ظرفشویی دیدی؟ دیدی یا نه؟ دیدم. از پشت دیوار دیدم. آره اون ظرفا خب سمیتونه باید همهشون اینی جد وخیز وخیز برو اینی جد بشونه تو بگه بودو ببینم بودو سریع جونه توی زندگی ما داریم. از صبح تا زور برو دانشگاه، از زور تا شب برو مسافر کشی، بعدشم بیا اینجا آقا شهریار بگه ظرفای بس جد. خب بده حالا خوبه ما بهت میگم. برو برو ما هستا بودو. بکنم دعوا از طبقه بالا باید باشه. اومد کجا؟ بذار بگم کی به کی خورد. بابا چی شده خانم؟ خانم چی شده؟ بابا تو خانم بابا نیستی. اصلا مهم نیست، ناراحت نباشی. دستشو داده پایین. آه
پارکینگ منتظر شما رو ببره بیمارستان. بیمارستان؟ بیمارستان واس چی؟ ببین دختر، اگه خودت شهامتشو نداری برو یکی این در و همسایه ها رو صدا کن. بیمارستان واس چی؟ خودشون دارم میرم. یالله سلام. اصلا هم چی شده خانم؟ بیتو بابا عباس آقا من بودم ماشین رو روشن کنم. ماشین واس چی؟ بیا تو بابا، بیا تو. بفهم بیا تو این دست هم اقرب زده. چی شده؟ ببین پسر، دست کن تو جیبم. درست نیست آخه. دست کن تو جیبم، اون چاقو رو در بیار. اون چاقو 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 رو در بیار. خب ببارش، ببار اینو. ده کبری تو کی آوردی اینجا؟ مرد حسابی اغراب زده، الان زهرش تو تمام امکانم میره. اینجا رو ببار. ها ببار. ده چشم تو. ای بابا دکتر، یکی رو صدا کن. چی شده؟ کجایی پس تو؟ بیا این چاق رو بردار، بهش کافش زهرش بدن. آدم آوردم بابا، یه آب قندی چیزی بده به این زابرا شد. نه نه عباس آقا، آب قند عمل دیگه داداش، برو برو به کارت برس. تمام. به اون چسبو نگرم، شجاعتر از این نبود. طرف آدم واسه من آورده، بازم جواد خودمون. بلندشو جواب بده دیگه، حرف بزن. خب خب تو آشپزخونه کارت دارم. تو آشپزخونه من نمیبینی، با حالم خوب نیست، بگو نمیتونم بیا. خبری همین؟ بابا منجی دزدیت نکن، چه خبریه؟ گرفتیم خوابیدیم. خب حالا طرف کی هست؟ راستشو بگو. خب بیدارم کنیم، میخواه ازدیت کنیم. طرف چیه بابا؟ طرف حمید، بعد از این همه سال رفاقت اگه من نفهمم کی به کیه دیگه نداری. مجید جان تو برم کن، عزیزه نکن، بسا بخور. سرم در میکنن اینگه خوشم میاد، از رو نمیری. این نشد اون یکی، اون نشد یکی دیگه. هنوز اولی جواب نده میری سراغ بعدی، بعدی جواب نده میری سراغ بعدی. آخه بابا یه خود ویل کن بس دیگه حمید. بابا چی میبوره میدوزی برای خودت بعدی جواب نده؟ چی میگی تو بابا؟ سرم در میکنه، سرم رو گذاشتم روی بالش بخوام، میذاری یا نه؟ فکر میکنی ما بچه ایم برای حمید؟ هرچی دوست داری با ما هم؟ از همون اناری که توی ماشین داویزون کردی فهمیدم، فهمیدم که طرف باید اهل دل باشه، اهل عرفان، اهل شعر، اهل شاعری. درسته؟ درست میگم یا نه؟ دیدی؟ پس بلنشو 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 بلنشو، ظرفا خیلی مونده، همه سرمون تو هم بلنشو 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 بینم بادی رو مونه تو هم جواده ها چطوری؟ میشن بابا چشم به سر صدا میکرد؟ هیچه،
داشت خاک گلدونا رو عوض میکرد یه ها اقرب دستشو اقرب؟ سیم میگه چه خبر بود؟ آها راستی امشب خونه ما جلسه هیئت مدیره است همه هم هستم شما هم تشریف بیارید ساعت ده به همه گفتی؟ به این دانشجو چی؟ به اینا گفتی؟ نمیشه به یکی بگی به یکی نگی باید به همه بگی شیش دیگه ظرف شد سه دیگه تا چهار مبل اون نمی کنه بزا خودم میرم بازی کنم بابا مجید بشی همین نه بابا بزا خودم میرم بایدارم میره خواهم دوباره دن داره بازی میکنه دوباره که دن میشکنه بزا خودم میرم بزا خودم میرم بزا تو با چی کار کنم شهر چی میگی چون علیکم بفرمایی سلام علیکم فکر نمی کنم یه جایی باشه برای فرمودن البته جای شما رو داریم ولی این هم مزرعه بود که امرتون رو بفرمایید حالا خواستم خدمتتون عرض کنم که یه نفر به نام دیگه از این خونه بله امشب ساعت 10 بیا طبقه بالا با خونه عباس آقا خونه عباس آقا دیگه بله هیئت مدیره تصمیم گرفته یه ذره نزلات این خونه رسیدگی کنه باشه باشه من میگم اگه بچه‌ها امتحان نداشتن کاری نداشتن چیزی نبود دیگه بیام بالا دیگه ساعت 10 بیام بالا سر ساعت 10 جلسه سر 10 یک از بچه ها بالاخره اگه فرصتی بود و داشت و اینا میام بالا بفهم بالا نه خواهش میکنم قربان شما خداحافظ سر صدای همسایه‌تون رو درآوردیم انقدر سر صدا کردیم نه بابا بعدی که بود هیچی با کسی همسایه بچه بهش بگو ما هنوز شروع نکردیم اگه شروع کنیم همشون باید از دست سرصدای ما بذارن دردیم نه بابا بیچاره از این چیزا کاری نداشت گفتش که برای ساختمون امشب یه جلسه گرفتن یکی از ما باید تو این جلسه شرکت کنه ولش کن مجید بابا بی خیال شو بعدی جا ساعت چند هست حالا ساعت 10 شب خب یکی بره دیگه یکی بره ما که مهمان داریم همین جان هرچی مرد باشه برو راست میگه دیگه همین براشو برو همین هوایی عوض میکنی حالت بهتر میشه هم مهمتر از همه ما از شهرت خلاص میشیم آره ببخشید دکتر تو خوابم میام ما الان ببخش بچه خوابش میام همین تو چته بابا چرا امشب کوک نیستی تو نمی سوال جان من میرم زود برمیگردم آقا جان بله کجا هست اینجا خونه این گفت عباس آقا مثل که حمید بناش برو دیگه بکن چهار تیکه ظرف شستی ها تا یه سال نمیخوای کار کنی گیری میده مجی بچه هم مهمون دارن دیگه نمیتونم آخه دارم میگم خوابم میاد چش به چیزی مونه میگم خوابم میاد آقا آقا بلش کن خودم میرم زود برمیگردم دیگه گفت کجا بابا طبقه بالا همین چیه بابای جواد این دختره همسایه اسمش چیه جیران آره آها همون بابای جیران خونه اوناست جایی مجید جدی؟ بله راست میگه دیگه اینجا همه آه من میرم جایی قابط نمیم همون آه بابای جیران گفتی؟ آقا ساعت چنده؟ شهر ساعت چنده؟ نونه نیمس آقا تو بشین به مهمونه برس خودم میرم بالاییه مطمئنی؟ بابا آره دیگه بسید آقا خودم میرم آقا از درش پریه چه خبره اینجا؟ بچه ها هفته ای به طور متوسط یه دون از این خبرها داریم نه یه چیزی که به یه چیزی نیمون که به یکی از بچه ما بیاد بر جلسه آپارتمان دستشون خوب شد سلام علیکم حالتون خوبه ببخشید ایران کی بود
عباس آقا دعوت، عباس آقا دعوت کرده بودن از من که من بیام خدمت. سلام علیکم عباس آقا. سلام علیکم. خوش اومدید عباس جون. آقا جوادت گفت. آقا شما خوبه؟ تشکر می‌کنم. سلام علیکم. عورتتون؟ والا من اومدم برای چیزی که گفته بودین. چی گفته بودم؟ جلسه. آه. جلسه آپارتمان. آقا الان که ساعت 10 که ما وقتی میگیم ده معمولا اهالی آپارتمان ساعت 12 میان، اینو دیگه همشون میدونه. آره برو ساعت 12 بیا. چشم من میرم، من درس و اینام داشتم بل کردم اومدم، ولی چشم زحمت میکنم. قربان شما. ای کاش یه دقیقه هم دیر شده ولی خب حالا بیا ما هم اختلاط میکنیم. همش تو در بیا. یا الله بفرمایید تو. من گفتم کسی نیومده، ساعت 12 تازه پیداشون میشه، ولی خب خود دانی. برو برو جواد. آبا یه چایی واسه این مهمون اون بیار. دبیار تو. باشه. بشین این بر. چاکر آقا جواد. یا الله بیشین. شرمندم. من بستات فردا صبح دارم آماده میکنم. شما راحت باشیم. کل پاچه خیلی خوبه نه؟ بله خیلی. چی بله؟ کل پاچه خوبه. بله خیلی خاصیت داره. البته کل پاچه ما کل پاچه مورده هست. مورچه. چشمش هم خیلی خاصیت داره. بله. ویتامین داره. بله. بله. ولی چی؟ ویتامین داره. گله پاچه. آه. آره. جواد گوشو ببین که. آها. به به. الو. بله. آقا قلوم تویی؟ یا علی مدد چطوری؟ خوبی؟ دمت گرم. قربان تو. کی؟ نه بره. بره میخوام. بله خوب. بره خوبه. با شما نیستم. ببخش. نه مهمون دارم با شما نیستم. آره. چی؟ نه آره بره باشه. میش نباشه ها. قربونه دمت گرم. صفا دوستی محبت. خدافظ. ببین. آره داشتم میگفتم. این آقلون گوسنده خیلی خوبی داره. میش خوب نیست آقا عباس. میش بده. شما اگه سر رشته دارین؟ تقریبا یه مقدار کم. خوبه. آره. کله پاچه هم خوبه. ویتامین داره. ویتامین C. چی؟ ویتامین C. ویتامین سه چیه؟ کله پاچه داره. کله پاچه چی داره؟ ویتامین سه داره میگم. ویتامین سه چی آخه؟ که کله پاچه داره. کله پاچه چی داره؟ بابا شوخه میکنید حمید خان. حمید خان دیگه شما. بله بله. ویتامین سه. جواد یادت باشه بپرسیم ویتامین سه چیه. بس منطقیه. متوجه اصلا احتیاج نیستش که شو سبسته بکنی مجید جان. آقا مجید هر کی توی جمع حرف میزنه داره سبسته میکنه. فقط جناب عالی که تمام حرفات منطقیه و چی بگم دیگه بهتر ادعای روشن بگیرم که میشه. اصلا بحث سبسته نیست. من دارم یه حرفی میزنم. عدالت اجتماعی با توسعه کشور ارتباط مستقیم داره. یعنی هر کشوری که بخواد آباد بشه و پیشرفت بکنه باید عدالت اجتماعی رو زیر پا بذاره. خب منم از اولش دارم همینه میگم دیگه. شما دارید لقمه رو دور سرتون هی میچرخون. نازنین شما اصلا چیز دیگه گفتی بوجو. نه اشتباه. آقا ببخشید. اگه من درست متوجه شده باشم حرف شما رو، شما میگی که کشور مثل ایران اگر قرار باشه که جزء کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بشه، یعنی جزء کشورهای قدر این جهان، حتما باید یک نسل وسط
فدا بشه. همینه. نه دیگه تو باید اون فشار رو تحمل کنی تا پس داده بچه‌ت که بزرگ شد احساس کنه توی کشور پیشرفته داره زندگی میکنه. میخوام 100 سال بچه‌م اینجوری باشه. بابا بابا بچه گوش کنی. عباس آقا ببخشید اگه اجازه بدید من اگه برم یا اینکه بمونم چیکار کنم؟ بفرما داداش، من گفتم اینو امکان داره نیان. پس با اجازه دیگه ها؟ بفرما. امری نداریم با ما؟ را پله چراغا یادت نره. چشم. جواد بابا مهمونو همراهی کن. شما بفرمایید من خودم خاموش میکنم. چرا میخواییم بیان؟ چرا؟ باز سلام علیکم. علیکم السلام. از تو سرشم خیلی عصبانیم. آخر بابا جعشی که بازیکون نیده پت امی حال بگفته بوسته. بله من متوجه نشدم چی گفتم. کجا؟ نه جلسه تشریف نمیاری؟ بفرمایی. داشتم میامدم. بفرمایی. سلام علیکم. سلام. سلام شما بوز دیدیم خانم رو زنی میزن سرده مارد. بله شما خوب زنی میزن درست. جمال خوبشی زنی خوب الحمدلله. سلام علیکم. سلام علیکم. به به بفرمایید تو. ببخشید دیگه لوشی مستقیم فوتبال نکنم کردیم گفتی که موقع عیب نداشته باشیم موقع بله. خب عیب که عیبی نداره. شب دراز دست و عواسه ها بیدار. بفرمایید بفرمایید توسعه اقتصادی تو دراز مدت هیچ تناقضی با عدالت اجتماعی نداره. توی کوتاه مدت ممکنه روی قشرهای عظیم از جامعه فشار وارد کنه، ولی تو دراز مدت با باز میگه دراز مدت کوتاه مدت. آقا اصلا ربطی به این چیزا نداره. برای توسعه یک کشور باید یه نسل فدا بشه، همونجوری که ما فدا شدیم. غیر از اینه؟ خب تو دیگه میگی زن اسکو اول که تو مثل که حالیت نیست. من چی دارم میگم؟ شما حالیت نیست. من چی میگم؟ هیچ حالی چیست بابا؟ فقط این آقا مجید اینجا حالی شد. تو متوجه هست من چی میگم؟ آخه تو همش حالیت نی حالیت نی. نه نه تو فهمیدی ما چی صحبت میکنیم. تو فقط چون مخالفم با تو داریم مخالفت میکنیم. آقا جان اصلا بحث دیگه نکنیم. بس تمامش کنیم. یه مش بچه چرسونه جمع شدین هیچ کدومتون سواد نداری. اصلا بی خودم داریم بحث میکنیم. ولش کن. مواظب باش چی داری میگی ها؟ تو چی میگی اصلا؟ اون نصف تو چی میگی؟ آره رفیقتو میگیرم. بچه‌ها من دارم با آواز میکنم. اجازه بده بچه‌ها. از این دیگه تهرونی بازی در نرفانتا مینا رو بذار چنده داداش. ببین هم خونه این نوکرتم. اما قرار نیستش اینجا وقتی مهمونای من هستن اینجا بی احترامی کنی. آقا احترامی نکن. شما مدعی هستی که بحث منطقی بلدی. بله. چه وسط بحث منطقی نم شهرستانی هستی. نه نه نه. ایشون صحیح وسط حرف من. نه. من شو دوبت هم بگرم. چی چی بگرم؟ هشی. خوش اومدی. بالاخره هر خوبی بدی از ما دیدی ما رو ببخش. تو این مدت ما وظیفمون رو به نحوه احسن انجام دادیم. خیلی ممنون پسر جان. خوبی برای شما که خیلی برای ما خیلی تشکر کنم. خیلی ممنون. زنده باشه عزیز. نکنید که ما مدیریتمون داره تموم میشه به شما توجه نداریم. داشتی چیزی خواستی من بازم خیلی ممنون تشکر خواهش میکنم. به به ماشاءالله هزار ماشاءالله. از جیران خانم عباسی خودش یه خانمی ببوسته داره. بله ببوسه. بله خیلی ممنون متشکرم. بفرمایید. نه خیلی ممنون من صرف شده. حمید خان وردار بابا دیگه. آقا هوشنگ بازم این گفت صرف شده صرف شده. انگار این ناف اینو با صرف شده صرف شده بریدن. وردار بابا امشب ناسلامتی مهمونی اومدید. مبارکه مبارکه. آقا چی مبارکه؟ ما گفتیم انار برداری میگی مبارکه.
ما جلسه‌مون جدیه داداش. مبارکه. من انتقادی گرفتم رفتم مبارکه اصفهان، خونه بهم دادن اونجا، اینجا رم قولنامه کردم، بعد کتن از دست این خونه من راحت شم. پس نیش و کنایت واسه همین بود. باشه دیگه، جواب تمام زحمات ما اینه، اشکال نداره داداش، برو برو دیگه نمیخواد. دست درد نکنه، خیلی ممنون. خیلی ممنون، خیلی ممنون. داداش ما امشب شما رو اینجا جمع کردیم اعلام کنیم که 6 ماه مدیریت ما تمام شد، خلاص یه نفسی میکشیم. یعنی شیش ماه تمام شد؟ بله. آو چی زود بگذشته. چی زود بگذشته؟ 6 ماه پدرم در اومده به همین راحتی میگه زود بگذشته. کجا زود بگذشته؟ آقای عباس آقا جون قربونت برم، همچین میگی پدرم در اومده انگار اینجا کردی گلستان. ای بشکنه این دست، بشکنه این دست که نمک نداره. عباس آقا فیش آب و برق مشترک رو گم کردین، گاز مشترک رو به خاطر پرداخت نکردن اومدن قطع کردن، بچه من رفته حموم سرما خورده. آقا شما قضاوت کن. بله آقا شما قضاوت کن، این چسبیده به همون فیش. آقا چیزای دیگر رو چرا نمیگی؟ آقا قضاوت کن ده. راست حسینی قضاوت کن. آقا جان مخلصه نکنید ده، بشاریم سریع بزا قضاوت کنه مادر جان، جدی بگیریم تا صبح نوسته. ای بابا صبح، مادر جون اجازه بده خواهش میکنم قضاوت کن آقا. حالا مادر داشت سوال میکنم، به نظر من که فیش اگه بخواد گم بشه تو دست هر کسی ممکنه. بله دمت گرم، قرمونت برم. بفرما. انتخاب مدیر جدید 6 ماه آینده رو ما امشب نشستیم که معلوم کنیم. شما چی آقا؟ من که قربونت برم، همون یه دفعه که رئیس شدم واسه هفت پشتم بسه. بس واسه چی قربون من میری؟ معلومه به تیپ بتم نمیخوره دیگه. دست شما درد نمیخوره. آقا شنگ، حضرت علی من دارم میرم، من تا 2 ماه دیگه میرم. خدا را شد. یعنی چی؟ کجای دنیا دیده شده آقا یه زن بیاد رئیس یه آپارتمان بشه که من دومیش بشم؟ بالاخره بابا یعنی تو این آپارتمان یه آدم با عرضه پیدا نمیشه. عرضه تنها کافی نی؟ این کار ایمان میخواد، صداقت میخواد، پشتکار، آقا وجدان. اوشن جان، اوشن جان، یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه. آقا شما چی داداش؟ بله 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 حضرت علی. اما آقا من اصلا رشته مدیریت مبارکه. بابا این همه مدت ما نمیدونستی. عجبا. آقا تبریک عرض میکنی، تو این 6 ماه آینده شاهد شکوفایی. بله مادر بله. یه فکری هم به حال این بوی کله پاچه بکن که شبا تو پارکینگ میزنه بالا، خلاصه خفمون کرده. آقای دمیدم از خودش خواهش میکنم ما رو شرمنده نکنید دیگه، مدیر جدید انتخاب شده. حضرت عالی پول فیش شارژتون رو بدید تا یه همچین بوایی نشنوید. دعوایی که نداریم عباس آقا. نه بالاخره گفتم دیگه. خب دیگه با اجازتون من مرخص میشم، همین چون شما به اساس سفارش کنه قد خسته با نکنن، مواظب باشین یه مقدار. اما شما با اجازه، خدا من شما از دست زیاد چش. خدا من شما، قربان شما. خب عباس آقا جان پسر منم با اجازه دشه بده، شما هم خستی دید. زنده باشی مادر. باید استراحت بکنید. ببخشید اب وقت شب مزاحم شما بودیم، خیلی معذرت خواهیم. بخشی عمل کنید. خواهش میکنم، قربانه. خب با اجازه. در زم فراموش نکنی آیفون باید درست بیه فوری، بفهمستی یا نه؟ ما رو بندر. بله بله. چی گفتن درم؟ گفتن درم که آیفون باید درست کنی. بفهمستی؟ درست بشه. خدا حافظ. عباس آقا جان شب بخیر. خدا حافظ. این چی گفت؟ بفهمستی؟ نه گفت آیفون باید درست بشه. آه. عجب. ما زبونه اینا رو نفهمید. از فردا هم مشکلات حل میکنم. آقا همه خداحافظی کردن، شما چرا نشستی؟ داداش بفرمایید دیگه، ما دیر وقت دیگه. باش. شب شما بخیر، خداحافظ. این کیه دیگه؟ بیچاره تو چه هچلی افتاد. چه شب بعدش میرفتم. آقا کربت اومد اینجوری قشنگ بغل من مالید و رفت. من اونجا رفتم سمت دره، اصلا نمیدونی درست یه متری دره بایستم. آبا اینجا چیزی نیست. اینقدر شه. خدا رحم کرد. یه بار من میخواستم تصادف کنم احد، اونم کجا وسط جاده با اون شلوغی. آقا من داشتم با سرعت وسط جاده میرفتم، یه دونه ماشین دیگه هم داشت میرفت با چه سرعتی.
اما نگو داره میاد. از زدی؟ نه اگه زده بودم کلان اینجا نبودم. آقای یه ذره آرومتر خواهشن. چی شده؟ یه ذره آرومتر این نگاه به ساعتتون بندازید. بچه ها بچه ها بچه ها ساکت ساکت. آقای رئیس میخواد سخنرانی به پرمایان. به افتخار آقای رئیس. بفرما آقا رئیس با درد و پا گوش احترام بگذارید. این علامت مخصوص ناچوی خواست. آقا شوخی اصلا شوخی نداریم اینجا. اصلا شوخی نداریم بهتون بگم. تا حالا ما حمید بودیم، چاکر همتون هم بودیم. الان اجازه بده. الان دارم به عنوان مدیر و مسئول این ساختمون باهاتون حرف می‌زنم. حالا هو یا ها هرچی بخوام صحبت کنم. بگو 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 نکنیم این کار. بگو همین جون صحبت باید بزنه تکون نده قطعه من چشم خور با آ حواسش پر. آقا یه سری قوانی ما فکر کردم وضع کردم به خاطر بهبود شرایط این ساختمون، چون ما یه مسئولیتایی دارم باید اینجا رایه بشه. یک اجازه میدین یا نه؟ بله. یک، این جا کفشی که شما اینجا میبینید ساخته شده، اصلا اختراع شده برای اینکه کفش بره توش. خب نه اینکه دو نه اینکه کفش اونجا جلو در ولو بشه. اینو من به همه گفتم، به شما هم میگم. دو ساعت الان چنده آقا شجاع؟ نمیگی ولی ساعت 11 جیرینگ یعنی خاموشی. جیرینگ به هر حال همه اینجوری جیرینگ. جیرینگ یعنی کلیدا رو میزنین چراغ خاموش. صحبت خاص دیگه ندارم، فقط باید گوش کنین دیگه همه این قوانین. اجازه بدید صحبت تموم شد. افتخار برای رئیس. بچه ها مثل همین جان تو جدی گرفتی مثلا مدیر این ساختمون. بابا این مدیر این ساختمون چی هستش که حالا تو بگو قیافه هم میاد. یه ماشه احترام برای تو نام رئیس. رب 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 آقا ساکت یا جب که میگیم بخوابه. گلدون آخه همین سلام. این همه گلدون واسه چه خریدم؟ دلیل داره واسه خونه؟ نه بابا خونه چیه؟ گفتیم یه چند تا گلدون بخریم بزنیم توی ساختمان مردم رو صفا کنیم. مردم دیگه. خودی داری؟ خب مگه کلاس نداری امروز؟ کلاس چی؟ افشین چیکاره؟ افشین آذر بزنه تو؟ همش افشین آذر بزنه. افشین رفیق امتحانو میخواد چیکار کنی؟ آقا امتحان کار میکنیم دیگه. امتحانم تو امتحان میگی. گلدونو بچش. فعلا گلدون مهمه. خیلی داری خدافظ. قربونه. مواظب خود باش. مجید یه لحظه قربون دستت. دیرت هم شده مزاحمت شد. چیه؟ بگو. مجید جان یه زحمت داشتیم. این تابلو اعلانات دیدی بالا که؟ خب دیدی؟ آره. آقا این وسط تابلو خالیه، یه چیزی کم داره. یه زحمت بکش قربون دستت، قربون دستای پنجه‌های طلایی. یه نقاشی باید تعریف کنیم ازت بکشی برامون دیگه. یه نقاشی بکش. خب نقاشی ترتمیز که مردم میبینه اصلا رویشون شاد بشه، امیدوار به زندگی نگاه. نقاشی بکشن. کاریکاتور، یه کاریکاتور ردیف کن. کاریکاتور باشه، یه دارم میکشم. موضوعش هنو نگفتم میگه میکشم. موضوعش مهمه. اونا خودم انتخاب میکنن دیگه. نه آمود با انتخاب کنه. ببینه چی آقا یه کاریکاتور بکش اون موضوع عشق، صمیمیت، محبت، ازدواج. همینه گرفتی. همینطور راه هم کشیدی. اومدی دست پر بیاد. دمت گرم. قربانه. سلام خانم. خسته نباشید. عذر میخوام مزاحم اوقاتتون شدم. مدیریت ساختمان من به منظور هرچه سبزتر کردن محیط یه سری اقدامات کردم. اگه یه قدم تشریف بدید. یه سری گلدون خریداری کردم. اینا نیاز به آبیاری داره، گلاب میخواد. این اولی
لازم به توضیحه که هفته ای سه بار آبیاری میشه، این بعدی دو بار، این یه بار، دوتا پشت سر من هست که اینا، این بزرگی هیچ آب نمیخواد، این کوچیکه رو کوچیکه رو بزنید تو سر مدیر ساختمون. سلام آقای رئیس. سلام، بفرمایید. ببینم این آیفون ما چی وقتی درست میشه؟ چه وقت درست میشه؟ ها، به علت گرفتاری الان نمیتونم بازم. خوشت اومد امین، همه اون چیزایی که خواسته بودی، عشق و محبت و مهربانی و از همه مهمتر ازدواج. وای مجید، مجید چی کار کردی تو؟ دیگه نخواستم حالا دست خیلی خیلی خوب بجشم. نیست نگم بایده، نخواستم که رو تو زمین نزنم. سفارشی کار کردی؟ حالا دیگه چی کار کنم، کار بد نمیتونم بکنم. مجید، مجید یه انارش، انارش دیوونه میکنم. مالو تو وردم، میخوای بخوری؟ دستت در نکنم. خیلی خوب شده. بمادم، سلام شاید. سلام شما چطوری؟ میدونی چی کار دارم دیگه؟ شارژ. آه من دیگه نمیدم، دیگه نمیدم. حسین جان بازم بازی در میاری؟ آخ من چه میدونم این پولا رو چی کار میکنی؟ عزیزم من اصلا فردا فاکتور میارم خدمت شما. من خدا نکرده آدم بابا من ملتفتم، من یه آپارتمان چقدر خرج داره بابا من نمیدونم. 10000 بار که آدم حساب نمیکنه، من هر بار برای شما حساب کردم. هی میگی چقدر خرج داره؟ آقا باشه من میدم، ولی وقتی همه دادن، همه دادن، من میدم. همه میدن دیگه، همه میدن. این عباس آقا داده؟ آقای محترم ببین، من از اینجا که میام بالا اول شما بعدیشون، شما لطف کنید پول شارژ نمیدید بعدیشون. این عباس آقا نمیده که، من میدونم اینو همه میشناسنش. این عباس آقا پولو نمیده به تو. آقا پشت سر مردم صحبت نکنه. چرا معلومه دیگه تکلیف. صحبت نکنه. چرا راجع به دخترش نمیگه؟ دختر معصوم، خانم نجیب. خب چرا پای سرمون نمیگی؟ نداری نداری موشه اینجا نداری نداری اول عباس آقا بعد شما. بزن دیگه، بزن بزن، زنگ بزن. اومدم که زنگ بزنم. نمیزنی که من چرا؟ من دارم نگاه میکنم، یه سه زنگ بزن. زنگو بزن. سلام علیکم. سلام خانم، خسته نباشید. عباس آقا اگه تشریف دارم یه لحظه مزاحم میشم. خواهش میکنم چند لحظه صبر کنید. زنگ عباس آقا اینجوری نیست. آره سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام شرخان، خسته نباشید. فرمایش، وقتتون رو گرفتم، اگه الان وقت داده رفع زحمت کنم. نه خواهش دارم، بفرمایید. پول شارژ رو ما میگیریم، مزاحم شدم در ارتباط با پول شارژ. شارژ؟ اگه الان دستتون خالیه اینا اصلا شارژ. خب من که فعلا که پول نقد ندارم که امین جان، که ندارید چک بدین، شما چک و پولتون که با هم یکیه دیگه، واسه این حرفا رو نداریم. خب آ چک، چکم اگه نیست من میتونم. نه داداش ما چک داریم، خوبش هم داریم. راستش این چک 10 تومانیه، یعنی بیشتر از اون پول مبلغ شارژ میشه. بفرم بفرم. زیاده آخه 10 تومن. خب باقی شو بفرم. اون چقدر هدیم؟ بله چقدر؟ 5 تومن. آره دیگه دقیقا 5 تومن.
قربون آقا، خیلی ممنونم. بفرمایید. جاجو شما عوض بفرمایید من. بفرمایید. آه اون بله. تشکر که پول شارف شده. از زیاد. خداحافظ. گفتی نمیده، گفتی نمیده. آره. خب چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ پول شارف شده. بده نده دیگه. این چک میره بانک. پولو که گرفتی از بانک چکو دادی اونم بیا من شارژتو میدم. حسن باشوز قربان شما. زحمت کشیدی ها دست درم استاد. تمامه؟ بله استاد. این ساختمون کلا میخواد تعمیر بشه، اساسی تعمیر بشه، درست حسابی چقدر خرج کرد؟ دوباره بعد 120 تومن لامپ رو هم بده. چقدر دور بره؟ چقدر؟ 120,000 تومن. استاد زیاد جانت. خب دیگه کار زیاد میبره. اون میشه. زحمت میکشین البته ولی 120,000 تومن آخه. بفهم. نه. استاد گفته بود این هم تعمیر کنیم من تا این هسته ما یه ذره خودمون واردیم سرشته داریم این رو زیگه زحمت رو نکش. مشکل نه. خسته هم هستیم میگم. باشه شما قربانه. قربانه. این دوتا ابزار تو فقط ما بدی؟ این فاز متر رو بگی؟ فقط بیاری واسه هم در مغازه. چشم این یه موجه حساب میکنیم دیگه. باشه قربانت برم. خدا حافظ. دادو بیسی زار کنم. دوتا سیمه میزنم به هم، سبزی میزنم به آبی، آبی میزنم به سبز، 120,000. نگاه میکنن سیم چند رشته است، 120 رشته است، میگن 120,000. کیه اینو؟ خودم درستش میکنم. خواهی دوتا زخیما حتما میخورم به هم، دوتا مردنی ها میخورم به هم ضعیف ها مثل ما. خب تمامه دیگه. امتحانش کنی کیه؟ سلام علیکم. سلام. بفرمایید. ببخشید مثل که اشتباه زنگ زدم، عذر میخوام. خواهش میکنم. کیه؟ سلام علیکم. منزله؟ منزله کی؟ ببخشید میوه دستم بود، اشتباه زنگ زدم، عذر میخوام، ببخشید. یعنی چی آخه؟ هر زنگی میزنیم جواب میده. صابخونه خراب شده. خونه خودمون. کیه؟ سلام شهریار جان. شهریار کیه؟ باز زنگو اشتباه زدی؟ شهریار صدات چرا نازک میکنی؟ درست صحبت کن. درست چیه؟ این چندمین بار زنگو اشتباه میزنی؟ ببخشید تعمیرکار خراب کرده، عذر میخوام. تعمیرکار خواستیم زحمت بکشین نقدش کنیم. خواهش میکنم. آن سالی این حساب موجودی نداره. نه آقا اشتباه میکنین. داره. مطمئنی؟ بله این حساب موجودی نداره. این حساب مال آقای علمشیریه. ایشان آدم بد حسابیه. حالا 10 تا چک برگشتی داشته و الان حسابش هم بستن. 10 تا؟ 10 تا چک برگشتی داشته بستن. الان باید چیکار کنیم؟ شما راهنمایی کنید. الان بهترین کارش اینه که شما این چک رو برگشت بزنید، برید در دستشون شکایت کنید، بندازینشون زندان. بهترین کارش اینه. آخه ایشون آشنان، از بستگانن، نمیشه. من راه قانونی گفتم خدمتتون. شما هر کدوم راه سلام میدونید همون کارو انجام بدید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. تو یه دیوونه شدی یا یه چیزی خودت تو اون سرت.
چیکار داری میکنی؟ صدای همه همسایه‌ها رو در آوردی؟ من چیکار کردم؟ هیچی. فقط زندگی مردم رو ریختی به هم. آیفون‌ها رو که سیماشو قاطی بستی، هر کی زنگ میزنه خونه ما کار داره، عباس‌ها باید جواب بده. هر کی خونه عباس‌ها کار داره، خونه ما باید جواب بدیم. کنترلم که زدی سوزاندی. این قضیه خدچش پارکینگ چه سیغه‌ایه؟ درستش میکنم، خودم درستش میکنم، همه خودم درست میکنم. همش میگه خودم درست میکنم. بابا به خاطر کارهای تو همسایه ما رو دارن میندازن بیرون. آخه این چه وضعیه؟ میدونی از صبح تا حالا چه قشقرق اینجا به پا بوده؟ قشقرق برای چی؟ قشقرق برای چی؟ چند مونده دیگه آب و برق و گاز ما هم قطع کنن. خب قطع کنن، ما گفتم قطع کنن، به ما چه؟ به تو چه ربطی داره؟ آجا مگه قرار نبوده پول شارژ بگیری برین قبضه رو پرداخت کنی؟ خب چرا پرداخت نمیکنی؟ آقا پول ندارم، پول ندارم، خب با چی برم پرداخت کنم؟ پول ندارم. تو این همه پول شارژ از این همسایه‌ها گرفتی، چی کارشون کردی؟ چکی که صبح دستت بود چی شد؟ پولا که خرج فضای سبز آپارتمان کردم، چکم پول تو حسابش نبود. خب این دیگه کاری داره امی؟ چکو بعد برو بشی صابچه بگو تو حسابت پول نبود. اگه نمیتونی چکو بده به من میرم ازش میگیرم. بابا اگه بخوام خودم میتونم بدم. نمیشه آخه، ببین میخوام مسالمت‌آمیز انجام بشه، نمیخوام با درگیری کارهای امور آپارتمان انجام بشه. اگه بخوام اینطوری خودم بدم. یه مقدار پول کسی داره به ما قرض میده. چقدر میخوای؟ 20 تومن. بیا ببینم با این پولا کارت حل میشه. بیا 100 تومن. با مسخره نه. 20,000 تومن. 20,000 تومن؟ مگه اینجا بانکه؟ فقط باید این قور بزنین. وقتی آدم به مشکل برمیخوره رفیق نیستین که، دست آدم نمیگیریم، فقط قور بزنین. بیا 20 تومن که می‌خواستی. انار و چک خیلی سمبولیکه نه؟ موندی سر دراهی سرنوشت. آره؟ یک کدوم باید انتخاب کنی، یا قید انار رو بزنی و چک رو بذاری اجرا، یا اینکه قید چک رو بزنی و انار رو برداری؟ واقعا کدومش بیشتر میارزه، انار و چک؟ وظیفه میگه چکو بذار اجرا، ولی دلت میگه انار عشق است. همینطوره که شاعر میفرماید غم زمان خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. دیوانه انا رو عشقه انا